هفته بسیار خونینی رو شاهد بودیم در کریپتو و همچنین در بازار بورس، البته خیلی دور از انتظار ما نبود. خلاصه بخوایم بگیم نگاهی به هفته گذشته میتونه یادمون بندازه که به دایورجنس ها اشاره کردیم، به فشارهای مختلفی که روی بازار بود اشاره کردیم، به نقاط لیکویدیشن اشاره کردیم و یه جوری همه اینا دست به دست هم دادن و این اتفاق رو به وجود آوردن. اما اینها دلیل اتفاق نبودن. یک واگرایی دلیل ریزش نیستش. امروز میخوایم یکم بیشتر به این بپردازیم که دلیل این ریزش چی بود، چه اتفاقات دیگه ای افتاد در دنیای اقتصاد، فدرال رزرو چه خبره، چه چیزهایی در پیش رومون هست در ماهای آینده و خلاصه یک گشتی در سرتاسر بازار بزنیم. با ما همراه باشید. خب اول از همه بیایم با اخبار شروع بکنیم. از ژاپن یک خبر خیلی جالبی اومد این هفته. همونطور که قبلا صحبت کرده بودیم، نرخ بهره‌های زیادی رو داشتیم از کشورهای مختلف، از ژاپن و آمریکا و انگلستان، ولی به طور خاص ژاپن بسیار جالب بود که افزایش نرخ بهره قابل توجهی رو داشت نسبت به سابقه طولانی که داشته. سالیان سال هستش، حتی دهه هاست که نرخ بهره ین در ژاپن تقریبا 0% هستش. وقتی میگیم نرخ بهره 0% یعنی چی؟ یعنی شما میتونید ین ژاپن وام بگیرین، قرض بگیرین از دولت ژاپن و در طی سالها پول رو برگردونید بدون سود. و خب این یه سری نتایج داره. نتایجش چیه؟ نتایجش این هستش که هر کسی میتونه بیاد پول قرض بگیره، ین قرض بگیره، بیاد باهاش بره تبدیلش کنه به دلار و بیاد سرمایه‌گذاری‌های مختلفی بکنه، چه در دنیای کریپتو، چه در دنیای بورس و مخصوصاً در دنیای بورس. اما اتفاقی که افتاد این بود که ژاپن افزایش نرخ بهره رو ایجاد شروع کرد. از چند ماه پیش یه ذره افزایش داده بود، خیلی خیلی کم، کماکان اون هم تاثیر خودش رو روی بازار گذاشته بود. اما این هفته در روز سه‌شنبه نه تنها یک افزایش کوچیک، بلکه 25% نرخ بهره رو افزایش داد و خب این خیلی خیلی قابل توجه بود و خارج از انتظارات سرمایه گذاران بود. خب این چه معنی داره؟ این به این معنی هستش که کسانی که ین قرض گرفتن و رفتن باهاش سلام کری ترید رو انجام دادن، تبدیل به دلار کردن و باهاش روی دارایی های ریسکی سرمایه گذاری کردن، یه جورایی مجبورن یا به نفعشون حداقل که بیان سرمایه هاشون رو بفروشن، دارایی هاشون رو بفروشن، تبدیل به ین بکنن و وامشون رو، قرضشون رو پس بدن قبل از اینکه مجبور باشن که با اینترست و با در واقع بهره این کار رو انجام بدن. و این رو تاثیرش رو در بازار دیدیم. اما این تنها عامل اتفاقات این هفته و این هفته خونین نبود. طبیعتاً همونطور که هفته پیش گفتیم، یکی از مهمترین خبرهای بازار تعیین نرخ بهره آمریکا و البته استیتمنت FOMC و صحبت‌های آقای پاول بود. نرخ بهره همونطوری که 99% مطمئن بودیم ثابت باقی ماندش. روی 5.5% نرخ بهره ثابت باقی ماند، اما به نظر میرسه که خبر از کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و در ماه‌های آینده میاد. و خب این چیزی بود که از قبل هم در واقع انتظار داشتیم. این خیلی چیز عجیبی نیست، اما چه در صحبت‌های آقای پاول و چه در استیتمنت خود FOMC اشاراتی شد به چند تا نکته. یکی این که نگرانی از افزایش نرخ بیکاری. همونطور که قبلا صحبت کردیم، افزایش نرخ بهره فشار روی اقتصاد میاره. فشار روی اقتصاد به شکل خودشون نشون میده، به شکل افزایش بیکاری خودشون نشون میده و خلاصه این چرخ شروع میکنه حرکت کردن به سمت رکود اقتصادی که طبیعتاً فد دوست نداره این اتفاق بیفته. بنابراین این بالا نگه داشتن نرخ بهره داره منجر به این اتفاق میشه که در روز جمعه هم دیدیم نرخ بیکاری اعلام شد 4.3%، 0.2% بالاتر از انتظارات و 0.2% بالاتر از ماه گذشته بود، که خب این خیلی نگران کننده است. طبیعتاً برای فد هم نگران کننده بوده و همین بود که آقای پاول اشاره کرد به این موضوع. و در کنار این موضوع به موضوع دیگه که اشاره کرد، بحث تورم بود که گفتش به نظر میرسه در سه ماهه دوم سال وقتی ما به معیارهای تورمی نگاه میکنیم، ما رو مطمئن تر میکنه از این که تورم یه جورای شکست خورده. و این بالا نگه داشتن نرخ بهره مشکل رو تا حد خوبی به نظرشون میرسه که حل کرده. این دوتا سیگنالی بود که از FOMC اومد بیرون و یه ذره اعتماد رو بر این که ما کاهش نرخ بهره داشته باشیم در ماه سپتامبر، در 18 سپتامبر بیشتر کرد. البته گفتم قبلا هم تقریبا بازار مطمئن بود که کاهش نرخ بهره خواهیم داشت، اما بعد از صحبت‌های آقای پاول و بعد از نرخ بیکاری که در روز جمعه اعلام شد، حتی کسانی هستن حدود 22% بازار
انتظار دارن که ما کاهش نرخ بهره 0.5% داشته باشیم در بازار، نه تنها 25% بلکه 0.5%. و اینو میتونیم بیایم نگاه بکنیم در ماهای آینده، اگر بیایم نگاه بکنیم برای نوامبر اگه بخوایم نگاه بکنیم، هنوز خیلی با همون فاصله داره، ولی میتونیم ببینیم که هیچ کس انتظار نداره که کمتر از 0.5% ما در ماه نوامبر در واقع کاهش داشته باشیم از الان تا ماه نوامبر، یعنی یا 0.25% یا حتی 0.5% و 0.25% هم پیش بینی میشود. نزدیکتر بشیم دقیقتر خواهیم دونست، ولی خب تقریبا میگم اطمینانی وجود دارد که ما کاهش نرخ بهره تقریبا 100% هستش که ما در سپتامبر اولین کاهش نرخ بهره رو میگیریم، بعد از مدت ها و بعد از نگرانی های خیلی زیادی که برای اقتصاد آمریکا و احتمال رکود درش وجود داشت. خب پس در مجموعه جنبندی بخوایم بکنیم، یکی داستان ژاپن بسیار بسیار فشار روی بازارها آورد، میگم این موضوع کوچیکی نیست، بحث تریلیون ها دلار پول هستش و ینی هستش که به دلار تبدیل شده و تاثیر قابل توجهی روی همه بازارها گذاشت. الان میریم روی تکنیکال ها با هم بررسی میکنیم. و دو، نگرانی از کم شدن سرعت چرخ اقتصاد آمریکا و نزدیک شدنش به تورم بود که دوباره این نگرانی رو تشدید کرد. ممکن بگیم که آقا ما مدت ها منتظر این بودیم که خبر کاهش نرخ بهره یا انتظار کاهش نرخ بهره بیاد، همه چیز گل و بلبل بشه، چرا نشد؟ به این دلایل این نگرانی ها کماکان وجود دارد و تجربه نشون داده. اگر که بریم به نمودار نرخ بهره ها نگاه بکنیم و مقایسهش بکنیم با زمانی که رکودها اتفاق افتادن، همیشه شروع این کاهش نرخ بهره بعد از 6 ماه 1 سال معمولا به رکود می انجامه. اصلا به این معنی نیستش که الان قرار تکرار بشه، اوضاع خیلی فرق میکنه، مقدار نقدینگی توی بازار خیلی فرق میکنه با هر زمان دیگه، ای تریلیون ها دلار وسط در نقدینگی در بازار وجود داره، ولی خب نگرانی از هم مین استریت هستش، هم کف خیابون ها، هم در اقتصاد خود آمریکا هستش، هم در وال استریت هستش و هم از در واقع خود دولت آمریکا هستش که 35 تریلیون دلار در واقع بدهی رو رد کرد و این بدهی نگران کننده است. و یادآوری میکنم این نرخی که اعلام میشه، این درصد سودی که اعلام میشه، سودی که باید روی وام های دلاری پرداخت بشه، دولت آمریکا هم باید این سود رو پرداخت بکنه، به خودش نه ولی خب به فدرال رزرو. پس این در واقع مسئله چند جانبه هستش و نه تنها مردم بلکه به دولت هم فشار میاره. بسیار عالی. خب پس این یه اوورویوی بود، یه نگاهی کلی بود بر اوضاع اقتصاد و اتفاقاتی که در این هفته افتاد. بریم و یه سری بزنیم به دنیای کریپتو، ببینیم که از لحاظ تکنیکال آن چین و موضوعات دیگر چه چیزهایی رو میتونیم از اونجا یاد بگیریم. من خیلی دوست دارم که از تکنیکال ها شروع کنم و یادآوری کنم بهتون این دوتا خط زردی که هفته پیش در هفته نامه گذشته کشیدیم. یکی حرکت افزایشی قله های بالاتر در قیمت رو داشتیم میدیدیم، ولی از اون طرف در OBV ما قله های پایین تر رو داشتیم میدیدیم و یک واگرایی رو داشتیم میدیدیم. و خب گفتیم که اینجا جای نگرانی هستش، فشار روی بازار هست و اون هیجان از داخل بازار خارج شده و این واگرایی میتونه نتایج منفی داشته باشه که نتیجهش رو هم دیدیم. هرچند که ریزش خیلی بزرگی نبود، اگر از قله حساب بکنیم حداکثر 13% ریزش بود. یادتون باشه که همین چند وقت پیش ما ریزش 27% رو داشتیم، پس احتمالاً خیلی نگرانتون نکرده، ولی خب بالاخره ریزش به این بزرگی در طی یک روز، ریزش 6-7% در طی یک روز کندل بزرگی هستش، چیز شوخی برداری نیستش. اما بعد آرامش خودمون رو حفظ کنیم، ببینیم اوضاع از چه قراره، چه چیزایی در تکنیکالمون داریم. ما دو تا خط اصلی داشتیم در تکنیکالمون، یکی این خط سبزرنگ بود و یکی این خط قرمز رنگ بود که از این دو تا دره کشیده شده. تا موقعی که این خط قرمز رنگ باقی مونده، من کماکان انتظار رنج دارم. شکست شدن این خط قرمز رنگ، دو هفته پیش گفتم، میتونه همه چیز رو عوض بکنه، همونطور که شکست شدن خط سبز رنگ میتونه همه چیز رو عوض بکنه. اما تا موقعی که این دو تا خط شکسته نشدن، بازی بین این دو تا ادامه داره. در نهایت کاهش نرخ بهره برای بازارهای ریسکی مفید هستش، در این شکی نیستش، ولی نگرانی های و شرط این که نگرانی های دیگر از جمله رکود، از جمله بحث ژاپن حل بشه یا حداقل برای بازار عادی بشه. اما این ریزش محدود به بیت کوین نبود. اگر که به بازار بورس آمریکا سر بزنیم، میبینیم که حتی اوضاع بدتر بوده. و اگر من SPX رو باز بکنم که بتونیم OVVش رو هم با هم نگاه بکنیم، میتونیم ببینیم که اینجا هم ما شاهد چی بودیم، اینجا هم شاهد ریزش قابل توجهی بودیم و گپ های قابل توجهی بودیم
مخصوصا در سکتور تک. من به طور خاص میخوام به اینتل نگاه بکنم. اینتل امروز فقط در روز جمعه موقع بسته شدن با 26% منفی بسته شد، هرچند که روز ارنینگش هم بود ضررهایی رو اعلام کرد، کمتر از انتظارات سود درآورده بود، اون رو اعلام کرد. اینا قوز بالا قوز شده اصطلاحاً. یعنی نگاه بکنیم به رقباش مثل AMD و کوالکام میبینیم که اونقدر بد نبوده، ولی خب اوضاع اینتل واقعا دیدنی. قیمتی رو داره تجربه میکنه که آخرین بار در چه سالی؟ آخرین بار در سال 2013 اینجا بوده. پایین‌ترین قیمتش در 10 سال اخیر رو داره تجربه میکنه و خب این خیلی خیلی مسئله بزرگی هستش. در حالی که اینتل شرکت بسیار بزرگیه، 91 میلیارد دلار مارکت کپ داره، شوخی نیستش، ولی خب میتونیم ببینیم که این اتفاقات در سطح بازار افتاد. بقیه شرکت ها هم تحت فشار بودن، از تسلا گرفته حتی از AMD گرفته، میگم مخصوصا سکتور تک، ادوب حتی 4-5% ریزش داشت و طبیعتا شرکت های کریپتویی هم همینطور این فشار روشون بود. اما یک جمله خیلی جالبی امروز میخوندم، میگفتش که اگر که سنتون زیر 55 سال هستش، این ریزش ها و بیر مارکت ها برای شما موقعیت هستن، به یه شرط، به شرط اینکه صبر داشته باشین و قمار نکنید. با آپشن ها، با لیورج قمار نکنید. اگر صبر داشته باشین و قمار نکنید، میتونید که از این موقعیت ها در طولانی مدت استفاده های خیلی خوبی ببرین. شرکت های خوبی که میشناسین، در موردشون تحقیق کردین، فاینانشال هاشون رو میشناسین، الان موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری درشون هست. اگر نمیشناسید، نمیدونید چجوری سرمایه گذاری کنید، آرامش خودتون رو حفظ کنید، عجله نکنید، ترس از جا موندن نداشته باشین، مشورت کنید با من یا با دوستان دیگر که کار فاینانشال پلنینگ انجام میدن براتون و بتونید که بهترین تصمیم رو بگیرید. اما بریم چند تا شرکت خیلی جالب رو هم با هم نگاه بکنیم. یکی رابین هود هستش. رابین هود رو میدونین که من از شرکت هایی هستش که خیلی دوستش دارم. یکمی شاید حریصانه باشه این حرف من و ممکنه ازش پشیمون بشم، اما به نظر من یه ذره دیگه دوست دارم که من بتونم روی این خط قرمز بگیرمش. طبیعتا نمیتونیم همیشه اون حالت ایدئال رو داشته باشیم و برای همین ما خرید پله‌ای رو انجام میدیم. من امروز یک خرید کوچیک انجام دادم از رابین هود، ولی خب هرچی جلوتر بریم باز همین کار رو انجام خواهم داد اگر پایین تر بیاد. ناحیه ایدئال من، همونطوری که 6 ماه پیش با هم صحبت کرده بودیم، جای بین 13 تا 15 دلار هستش، ولی خب الان رابین هود در هولوش 18 دلار داره معامله میشه. سهام‌های دیگر رو بخوایم ببینیم، ماینرهای بیت کوین هات رو داریم که علاوه بر ماینینگ بیت کوین در حوزه AI هم فعالیت داره، چون که دیتا سنترهای بزرگی داره و یه ذره دایورسیفای هم کرده خودش رو. خیلی چیز جالبی که این وسط میتونه دیده بشه این بود که اولا وقتی بیت کوین تحت فشار بود، هات در حال افزایش بود به خاطر اون سکتور AI اش و به خاطر سرمایه‌گذاری جدیدی که اونجا گرفته بود. اما اگر نگاهی بیندازیم به OBV میتونیم حتی یه ذره دایورجنس برعکس ببینیم. خیلی قوی نیستش، چون اینجا هم OBV هم این خط روند خودش رو این پایین شکسته و داره به سمت پایین میاد. اگه این نبود و صرفا این قدرت رو در OBV میتونستیم ببینیم، ولی در خود قیمت کاهش رو میدیدیم، خیلی خیلی جای خوبی برای خرید بود. اما میگم من هیچ سهامی رو به جای هیچ کس پیشنهاد خرید یا فروش نمیکنم، فقط کاری که خودم انجام میدم رو میگم. و هات هم از اون چیزایی بود که من دوست دارم روزای قرمز ببینم توش، چون موقعیتی هست برای من که بتونم خرید انجام بدم. اما ماینرهایی که فقط روی کریپتو بودن، طبیعتا فشار خیلی خیلی بیشتری روشون هست. اونایی که هنوز در واقع دایورسیفای نکردن، از دیتا سنترهاشون برای AI استفاده نمی کنن، برای در واقع اجاره دادن GPU هاشون استفاده نمی کنن. ماینرهایی مثل رایت که میبینیم به خاطر ریزش بیت کوین بسیار بسیار تحت فشار رفتن و یه جوری رسیدن به این کف کلیشون در 8 خورده دلار. ولی خب اگر که در به آینده بیت کوین امید دارین، اگر که این شرکت ها رو میشناسین، اینا میتونن که سرمایه گذاری های جالبی باشن. اما اوضاع همه بد نبود. معمولا در این شرایطی که مثل این هفته اتفاق افتاد، سکتورهایی که اصطلاحا گروث هستن، سکتورهایی که مثل تکنولوژی در واقع به پول خیلی وابستن، که چون چرا که کل ارزش شرکت، یک شرکت تکنولوژی به این هستش که بتونه پول جمع کنه، چیز جدید بسازه و پول در بیاره و خیلی نیازمند اون پول قرض گرفتن و پول جمع کردن هستش. اما یه سری شرکت ها اینطور نیستن، شرکت هایی که در واقع شرکت های ولیو هستن، شرکت های ارزش هستن، شرکت هایی که دیگه جا افتادن، نیاز به پول ندارن، یه کار ثابتی رو دارن انجام میدن و در کنارش دارن آروم آروم سود میکنن. شرکت هایی مثل کوکاکولا نه تنها این روزها براشون روز بدی نبود، بلکه حتی روز خوبی هم بود. شرکتی مثل پراکتر اند گمبل
که وسایل بهداشتی، شامپو، اینا و خیلی و هزار و یک چیز دیگه تولید میکنه. این روز خوبی بود واسش. و استارباکس هم همینطور جالب بود که در کماکان تحت فشار هستش به خاطر موضوعاتی که در یک هفته قبلی با هم صحبت کردیم، ولی خب روز بدی حداقل این دو سه روز براش روز بدی نبود. اما اگر بخوایم برگردیم به بیت کوین ببینیم چه چیزی میشه این انتظار داشت از این وسط، میگم من بیس کیسم، انتظار پایه‌ای که دارم از اتفاقات آینده این هستش که ما این خط رو بتونیم نگه داریم، یه مدت بین این دوتا نوسان کنیم و بعدش آروم آروم شروع کنیم حرکت کردن به سمت بالا. این بیس کیس من هستش. اگر که این خط روند رو از دست بریم در طی یکی دو هفته آینده، اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اون موقع من برمیگردم به سناریوی قبلیم و اون در واقع مینی بول مارکت و مینی بیر مارکت. اونم قبلا گفتم هرچی بیشتر میگذره از هاوینگ و ما اون مینی بیر مارکت رو نمیبینیم، سناریوی تک قله‌ای بودن قدرت بیشتری میگیره و سناریوی دو قله‌ای بودن قدرت کمتری میگیره. اگر ریزش ادامه داشته باشه میریم سراغ سناریوی دو قله‌ای بودن، اما اگر که تا آخر 2024 این ریزشی وجود نداشته باشه تقریبا سناریوی دو قله‌ای بودن تا حد قابل توجهی کنار میره. و وقتی میگم دو قله‌ای بودن، منظورم دو قله‌ای که در سال 2020 دیدیم نیستش، منظورم بیشتر دو قله‌ای هستش که قله مینی قله 2019 و در ادامش 2020 هستش. همچین چیزی بیشتر مد نظرم هستش تا این دوتا قله‌ای که اینجا هستش. حالا بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد در مورد بیت کوین همونطور که جلو بریم. اما ین ژاپن تاثیر قابل توجهش رو میگم، بعد از سالها بعد از دهه ها ما نرخ بهره داریم توی ژاپن و خب این افزایش قدرت ین رو ایجاد میکنه نسبت به همه ارزها و میتونیم ببینیم که نسبت مثلا به دلار استرالیا کاهش بسیار بسیار ببخشید دلار استرالیا نسبت به ین ژاپن کاهش بسیار بزرگی میبینیم که در یک روز فقط 1.73% کاهش رو داشت. شوخی نیستش دوستان، برای دنیای فارکس، دوستانی که فارکس کار میکنن میدونن 1.7% خیلی خیلی عدد بزرگی هستش وقتی که به طور معمول افزایش و کاهش ها در حد 0.5% 0.2% هستش. و ین یه جورایی الان اگر بخوایم درس بگیریم از اتفاقاتی که افتاد، ین و به طور خاص دلار استرالیا به ین یک جورایی قناری در معدن زغال سنگ هستن. چرا این رو میگم؟ اصلا قناری معدن در معدن زغال سنگ داستانش چیه؟ قناری در معدن زغال سنگ، قدیما وقتی معدن چیا میرفتن در معدن زغال سنگ کار میکردن، یک قناری با خودشون میبردن. چرا قناری میبردن؟ چون بالاخره وسایل تصفیه هوا که وجود نداشت، اکسیژن سازی که وجود نداشت، قناری خیلی حساس هستش ظاهرا به کمبود اکسیژن و وقتی این قناری میمرد میفهمیدن که خب یه اتفاق بدی در پیش هستش و باید سریعتر اونجا رو تخلیه بکنن، اکسیژن کم هستش. و این لقب به جفت دلار استرالیا به ین ژاپن هم داده میشه. هم اگر قدیمی گنج باشی میدونین که من دلار استرالیا به ین ژاپن رو همیشه توی لیست اولم دارم در کنار بیت کوین و طلا و بازار بورس و نفت و دلار، چرا که معمولا سیگنال میده مخصوصا برای بازار بورس آمریکا چه اتفاقی میفته. دلیلش هم اول ویدیو توضیح دادم که میتونید چون مقدار زیادی از نقدینگی که وجود دارد در بازار در بازارهای جهانی از ین ژاپن میاد و خب تاثیرش رو اینجا میتونیم ببینیم. ولی آره کلا در حالت کلی ین ژاپن قدرت گرفت و خب تقریبا هر ارز دیگه رو زیر پای خودش له کرد. یک نگاهی به اینجا بندازین کاملا مشخص هستش. نسبت به یورو الان داریم میبینیمش، نسبت به پوند، نسبت به دلار نیوزیلند خیلی فرق نمیکنه. بسیار بسیار روند پرقدرتی رو داشت و فکر نمیکنم به این زودی ها تموم بشه. انتظار ندارم که این کندلای قرمز ادامه پیدا کنن، هیچ وقت بازار به خط راست حرکت نمیکنه، ولی این اتفاقی بود که بالاخره باید میافتاد. اما تریدی که خیلی جالب بود و تریدی که چندین ماه راجعش صحبت نکردیم، ترید دلار کانادا به ین ژاپن بود. میگم دیروزود داشت، اون موقعی که راجعش صحبت میکردیم میگفتیم دیروزود داشت، اما سوخت و سوز نداشت. بالاخره این ریزش باید اتفاق میافتاد و بالاخره چاشنی اتفاقش شد. چی شد؟ افزایش نرخ بهره در ژاپن. ممنونم از اینکه تا به اینجای داستان همراه ما بودین. امیدوارم که هفته خیلی خوب رو پیش رو داشته باشین. دوستانی که بی سی هستن امیدوارم که آخر هفته طولانی خوبی داشته باشین. به زودی میبینمتون و تا دیداری بعد مثل همیشه خدا نگهدارتون باشین.